روهرین سلام علیکم، شریف هستم، دلال مهاجرت به ببخشید تو کار مهاجرت به ایالات متحده آمریکا. به همه شمایی که بیننده ما هستین و به برنامه ما نگاه میکنین، ما رو پشتیبانی میکنین، سپورت میکنین، به همه شما درود میگم، چه اونایی که سعادتی بود و کلاتون رو برداشتیم و چه اونایی که بالاخره تو فکرتون هستیم که همین امروز فردا اگه ندارین سرتون بذاریم کلا، اگر هم که دارین که بعد داریم، نگران نباشین، تو فکر تک تک شما ما هستیم، همینجا که نشستیم ما، فکر نکنین که از شما غافلیم. نوبت به نوبت همه شما که با ما تماس گرفتین تو نوبتیم که بالاخره 5 تا 10 تا 15 تا به فکر همتون هستیم. شنیدم که یه عده اومدن حالا میگن که میخوان حق نمیدونم اونایی که ما کلاشونو برداریم بگیرن و از این حرفا و آقا این مردم نمیدونم بیچاره پولشون رو از فرش زیر پاشونی میفروشن و ماشینش میفروشن و نمیدونم هنون زن بچه‌شون میشونن پول ما رو میدن 5 تا 10 تا. آقا به شما چه ارتباطی داره؟ مگه پول شما رو گرفتیم؟ خب چه فرقی میکنه پول زحمت کشیده اونا باشه تو جیب ما باشه؟ به حال بگذریم، حرف خودمون بزنیم. اونایی که دوست دارید از ما یاد بگیرین، الان نون تو مهاجرت به آمریکا است. آمریکا خوبیش اینه که این برای دنیاست، اینی که حالا تا طرف دستش به شما برسه و بخواد شما رو بگیره اصلا این حرفا نیست. به قول قدیمی ها دست او کوتاه و خرما بر نخیل. برای شما کم شروع کنین، از 3 تا 5 تا 10 تا 15 تا کم که شروع کنین هم طرف میتونه به پردازه. خب 5 تا میگیم، حالا 5 تا 3 تا 15 میلیون یه فرششو بفروشه، دو تا فرش بفروشه، یه ماشین بفروشه، پول شما جوره. اگه طرف هم چه جوریه، بعد شما وقتی 5 تا رو حپولی کنین بخوری نوش جونتون، خب این که به هر حال اینجا تو آمریکا هر کاری قانونی و اینا خرج داره، یه کاغذ میخوای بنویسی $500 باید بدی. اینه که طرف نمیدونه 20 تا 30 تا 40 تا، اگر هم تونست بیاد اینجا که نمیتونه بیاد، خرج کنه که 5 تا 10 تاش زنده کنه. خب این کاری نمیکنه. اینه که از من داشته باشیم با رقمای پایین شروع کنیم. از طرفی سعی کنیم بهشون در باغ سبز نشون بدیم، یعنی تمام دروازه های آمریکا رو چارتاق براشون واز کنیم، همش از خوبیا بگیم، بگیم اینجا همه کار خوبه، نمیدونم همه اهل عشق و کیف و اینور و صفا هستن و لب رودخونه، لب آب، لب بیچ، یه چند تا این صحنه‌های بیچ و اینا رو نمیدونم بیچای فلوریدا اینا رو نشون بدین و خلاصه دهن مردم آب بندازین. اون جوانی که الان نشسته توی اون خونه و اینا داره شما نگاه می‌کنه، بعد دهنش رو آب بندازین. همون جوان فشار میاره به بابای مادر، میگه بابا جون ما چون از مثلا این رفیقمون پیام و نمیدونم چی به پدرام و اینا کمتره و اینا، ما می‌خوایم بریم آمریکا. بیا آقا شریف هم که داره میگه خیلی راحته. اینه که تا میتونین چیزای خوب خوب نشون بدین. شما بعد بگین آقا پارتی دارم، آقا کی اومده، حالا کی دیده کی ندیده، کی حساب کرده، بگو آقا من دربونه کاخ سفید، آقا پسرخاله دست دیزیمه، اصلا بگو آقا من با اوباما هر روز صبحونه میخورم. اینجوری سعی کنیم بگین یه جوری بالاخره طرفو بعد اعتمادش رو جلب کنیم. خلاصه از این تجربه من استفاده بکنین. به هر حال ما اینجاییم برای اینکه این چراغو که واقعا دوست داریم که همیشه روشن بمونه، این چراغ کلاهبرداری روشن نگه داریم. دوستانی که همراهی میکنن، به هر حال دشمنم ما زیاد داریم، کسایی که دنبال یه لقمه دونه حلال هستن، بالاخره اینا دشمنی میکنن با ما. بعضی از این وکیلا و اینا میان میشینن میگن آقا اینجا سخته و وکالت و نمیدونم اینجا مهاجرت مشکلات خودشه داره و نمیدونم پل خراب نکنه. آقا ما تخریبچی هستیم، ما چیکار به پل داریم؟ فقط شما این پوله رو سرش کج بکنی، 5 تا 6 تا نداری 15 تا بده، خب 10 تا بده، سبک کن اون جیبو.
سبکش کن، راحت تری باور کن، راحت تر یه نفس راحت میکشی. آخش پنج تومن دادم طرف خورد، آخش چه اشکال داره آدم شکمی یه آدمی مثل من سیر کنه. به هر حال تا برنامه های بعدی همه شما رو به به کی بسپارم؟ خلاصه به یکی میسپارم دیگه، فعلا زد زیاد تمشو قطع کن بابا، باید برم الان تلفن دارم.